در آخرین روزهای عمر جمهوری اسلامی میخواییم بپردازیم به اولین ویدیوهای جمهوری اسلامی از آقای خمینی‌کس. بریم بیاییم. درود، پدرامیتو هستم، مودیگل هستم، خوشحالی کانال مادایار تیوی. خب قرار چی بریم امروز؟ ببین تو خیلی مؤدبا توضیح دادی. آقا بس به زبان کانال خودمون بریم، درسته که بحث انقلاب و این صحبت ها، ولی اومدیم با کسچرای کسکشترین شخصیت تاریخ بشریت، امام خمینی. ریدم تو حلقه. آقا بریم یه سری صحبت ها هم داریم دیگه راجع به فردا که 25 شهریور ماه 1402. یه سری اعداد میخوام بهتون بگم از تاریخ پشماتون بریزه وسطش میگم. بریم داشته باشیم خود چه راشون. اسلام نمیذارد که لخت برم به این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن با زنها، لخت برن اونجا بعد زنها لخت میان تو شهرها. انگار الان فلسطین و لبنان و عربستان و دبی که اسلامیان از اونجا اومده این نه خب این خاطره بد مونده تو ذهنش دیگه، این هی بهش تجاوز میکردن، این لختش میکردن، هی این کلا مشکل داشته با لخت مشکل داره. حالا که زمان طاغوت میشد هم چه کاری اگر بشد پوستش رو مردم میکنن. حالا که برعکس شده، الان برعکس شده، زنها و مردها با هم داخل هم بشن. منفورترین چهره تاریخ تو خیلی کل دنیا فکر میکنم این باشه. یه دونه ویدیو دیدم، کنسرت بود تو فلسطین سوگل، پسره داشت میخوند، شعرش اینجوری بود، هی خمینی خمینی، میگه عربی بود، میگفت خمینی، مال ترجمه‌ای که کرده بود، میگفت خمینی اگر آهنگای منو بشنوه پشماش میدونن دهنی سرویس میشه ما رو ببینه. خیلی باحال بود. اونجا هم معروفه، میشناسن پوفیوزو، میدونن هر چی سازندگی از زیر گور این خمینی میاد واسه فلسطین و لبنان. دریا بریزن تو جان هم بیفتن. تمدن اینا اینه. آره مثل تمدن مادر شما که همش تمدن خودش توی کتابش هست، میگه که وقتی که با خر هم بستر، یعنی مثلا چیز میکنی، سیکس میکنی، خر رو باید آتیش بزنی بسوزونی. تو کتاب این تمدن، این راجع به تمدن هم بکنیش، هم بکنیش، باید بسوزونیش که مثلا نمیدونم حالا اون آبگیره چی نمیدونم رفتمون تو چی. اصلا ببین فکر رو ببین، خر با خر اگر کسی اجماع کرد فلان که داستان شد، باید خره رو آتیش بزنه بسوزونتش، آتیشش بزنه. آخه کی با خر یا یه حیوان رابطه جنسی برقرار میکنه؟ خمینی و طرفدارانش، خمینی و طرفدارانش. چقدر تو باید یعنی از نظر سطح شعور و فرهنگ پایین باشه لول مرد، چقدر حیوان باید باشه، حیوان باید باشه که با یه حیوان بتونی رابطه برقرار کنی. از تمدن اینا میخواد، اینا از آزادی اینا میخواد. آخه گوزو تو چه میدونی تمدن چیه؟ آخه اومده واسه ایرانی ها داره راجع به تمدن صحبت که تمدن چیه اصلا، تو کجا اومدی؟ مثل این میمونه که ما بریم تو هالیوود، من و تو بریم تو هالیوود از طرز فیلم برداری درست سینما و کادر نظر درست، نور پردازی، بریم مثلا به هالیوود نظر بدیم. تمدن اینا از آزادی اینا نه، ما از آزادی فهم خواهیم نره این بسیجی رو بگوییم که طرفدار تو خر کنن. دقیقا شما اشتای طلا مطلع هستید که طرفداراتون مسلح شدن؟ به ما گفتند که ما میخواییم مهیا بشیم، من هم اجازه مهیا شدن رو دادم. اون موقع خودشون مسلح میمونن تو خیابون، الان ما اختشاش کردیم. اون موقع اختشاش کردن، اون موقع آزادی خواه بودن. بعد یه نکته ای هم که بخوام بهتون راجع به تاریخ بگم، بذارید بهتون بگم. اولا که 25 شهریور 25 میشه 7، بعد 1402 اعداد 1 4 2 با هم جمع بشه میشه 7. 7 میدونید عدد عرفان خوبه تعالاست. بعد ماه ششم، ششمین ماه هم عدد 6 هم یک عدد ثروت و سعادت، ثروت و بقا و رفاه، کلا عدد رفاه. بعد عدد سال و روز رو با هم دیگه جمع بکن میرسی به عدد 14 که عدد 14 4 و 1 با هم جمع میشه 5. 5 هم عدد وسط و تعادل و برابری، 4 تا این بر عددش از 4 تا اون بر، یعنی 1 تا 4 6 تا 9 اینجوریه که تعادل، عدالت، برابری، رفاه. عددش خیلی خوبه، عدد 25 شهریور خیلی عدد خفنی، خیلی تاریخ مهمیه. Are getting prepared and I have given the permission to prepare themselves. Which means getting arms. که من معنی که اسلحه جمع آوری کنه. بله بله. Where do you get the arms? قیافه تخمی شده میگه واقعا شبیه شامپانزه تکامل نیافته نیست؟ شامپانزه تکامل نیافته خیلی مادر جنده بود. از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. خیلی مادر جنده.
I understand that some of them come from the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. مادر چنده دروغ. نه نمیدونم. اطلاعی ندارم. هیچ اطلاعی ندارم. خیلی. و تو ادعای خداپرستی و یکتاپرستی و درستی میکنی گفتی. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟ که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدونم. No, I don't have any information. داره میگه واسه تعجبت میشه، یعنی در مورد خودش هم هیچی نمیدونم دارم چه حسی دارم. اصلا هیچی نمیدونم. من فقط یک مترسک هم به من گفتن اینها رو بیا جلوی دوربین بگو و برینیم توی تاریخ ایران. من فقط مسئولیت گاییدن رو دارم و هیچ چیز دیگر نمیدونم. به من چیز دیگری ابلاغ نشد. کارگرها هم کارند. کارگرها هم کارند. از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم، در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است. بعد ببین اون کسننه هایی که میشستن پای حرفای تو آخر شب میومدن میگفتن رفتیم خمینی اینقدر حرفای خوبی زد. ببین اونا چقدر کسخالن. حرفش اینقدر خفن و باحال بود. کارگر و کانند. کسایی که میرن میشنن پای منبر مثلا این کسخال مسخال دیگه ببین اونا دیگه چقدر بند خدا ها. حضرت بازوی ایشون تا اینجا مثل اینکه آهن بوده است. آهن بوده است. آهن بوده است. آهن بوده است. از این ور که میزده دوتا میکرده، از این ورم که میزده دوتا با یه دفعه. یک دفعه اگر به فرق میزد دو نیم میکرد، اگر اینطور هم میزد دو نیم میکرد. یعنی واقعا ما اونقدر عقب مونده شده بودیم اون تایم که مثلا اینا رو نمیفهمیدن این چی داره میگه چی کار داره میکنه. هنوز هم هستن یه سری عقب مونده که این حکومت رو نگه داشتن. فکر میکنی همه مثل بیننده های ما و خود ما آگاهیم نسبت به این داستان؟ همین الان چارت بسیجی دارم میبینم میگن شماها چقدر آدمای بدی هستید که سر آیت الله خمینی رحمت الله علیه اینقدر بد حرف میزنید. اون سید بوده، اون خداش نمازاش هیچ کدوم قضا نشده، بس شما دارید از اون ایراد میگیرید و نقدش میکنید. اون آیت الله عزیز هستن اینجور کسخالن. حکومت ندارد. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر هست. زشته به هیتلر توین میکنید. اصلا کارتر تو رو آورد رو مادر داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. لکن این را باید همه بدانند اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم. دست همه را قطع خواهم کرد. اما موقع هم گفت مردم نفهمیدن. یه سری آخه میدونی یه سری جانی اومدن سر کار دیگه سهول، یه سری آدم های عقده‌ای تو سری خور بدبخته، بیمارای روانی، آره یه سری سری خور لول پایین ها که مثلا عیاش بودن، زشت بودن، بیمهارت بودن، گفتن بریم وصلشیم به این سیستم، ما هم به نون و نوایی برسیم. اینا به خودشون میبردیشون تو امریکا از اونایی بودن که سوسیال بگیر میشدن، میشستن خونه هوملس میشدن، مثلا از دولت پول میگرفتن بخورن، بیکار و دوله و عیاش در واقع. بعد اصلا اسم کیریشو نگاه کن آخه، جمهوری اسلامی، مثلا فکر کن جمهوری مسیحی، یعنی چی داشت اصلا؟ مگه میشه چی اصلا جمهوری اسلامی؟ خنده داره، خود اسمش خنده داره. بعد جالب اینجا برای اسلام میگه احساس خطر کنم، در صورتی که جمهوری اسلامی به خدا رو شکر البته از این بابت من خوشحالم، بی نهایت ریشه اسلام رو خشکوند در ایران و از این بابت خوشحالم، خیلی هم خوشحالم، سپاسگزارش هستم. یعنی دین رو کلن و اعتقادات خشک دینی و همه رو گایید، خدا رو شکر. هر چقدر بیشتر بمونه بیشتر گاییده میشه، یعنی کم کم به جایی میرسه که نفرت انگیز میشه. تصویرایی میبینم که مثلا مردم دارن قرآن میذارن. آره اصلا وضعیت خیلی بدتر، نفرت خیلی بیشتر میشه نسبت سر اذانا بود دیگه، مثلا اذان میگفت مردم فحش میدادن بدتر میشه. هر چی بیشتر بمونه به لطف استراتژیشون اسلام بیشتر نابود میشه تو ایران. اصلا باور نمیشه همچین آدمایی دارن با ایران حکومت میکنن. از یه طرف دلم میگه میگم دوست دارم آزاد بشه، از یه طرف میگم بذار بیشتر بمونه مردم هی متنفرتر بشن از اسلام. اونهایی که دم از اقتصاد میزنن و زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدونن،
اونها از باب این که انسان نمیدونن یعنی چی بیا میکنن که انسان یه حیوانیست که همون خورد خوراک هست اونتا خورد خوراک این انس حیوان با حیوان های دیگه یه فرقی داره این. آره مثلا یکیشون تو میگوی من نمیدونم شو نمیدیدن اون ملت چهار تا زبون حرف زد هواپیما سوار شد فلان اونو داده این بود. البته میگم اون موقع سطح مردم همین الانشم یه سری سطحشون انقدر پایین انقدر بیورزن و سطح پایینن میدونی چی میگم یارو مثل بسیجی ها دیگه نمونهش بسیجی ها هیچ هنری نداره هیچ علمی نداره اصلا سواد نداره نمیتونه کتابای درسیشو پاس بکنه مجبور از نردبون بسیج و سپاه و فلان اینا یه مدرکی و دوتا خایمالی کن فلان کن برن بالا اون موقع ساعت اینجوری بوده مردم حالشون بد میشد که مثلا شاه همه چی همه فن حریفه حالشون بد میشد دوست داشتن یه حاکمی بیاد که مثل خودشون مثلا شعر بگه حرف زدن بلد نباشه حتی در صورتی که زمان شاه مصاحبه رو من نگاه میکنم خیلی ها میادن خیلی قشنگ حرف زدن زبان انگلیسی خوب بود نمیدونم تقصیر کیه تقصیر مردمه تقصیرشون بود مردمم یه جورایی خب اون اختلاف طبقاتی بودا ولی خب اختلاف طبقاتی همیشه هست و بوده در طول تاریخ بوده دقیقا. اصلا این اختلاف مثلا یکی میبینی قد و قامت داره هیکل داره زور داره اون یکی نداره خب این اختلاف این ناعدالتی اصلا تو طبیعت هست شما نمیتونید عدالت رو برقرار کنید چون ناعدالتی اصلا شما انسان رو از رو زمین حذف کن کلا انسان تاریخ بشریت همه چی رو حذف کن باز میبینی خود طبیعت ناعدالتی هست یک حیوانی قوی تره به اون یکی ظلم میکنه نمیدونم این به اون تجاوز میکنه این یکی مال اون یکی میخوره میدونی مشکلات بنابراین طبیعت کلا ناعدالتی توش هست نابرابری تو هست. سلو کباب میخورد و کاه میخورد اما هر دو حیوان دو حیوان اینایی که زیر بنای همه چیزا اقتصاد میدونن اینها انسان را حیوان میدونن حیوان هم همه چیزش بنای اقتصادش هست زیر بنای همه چیزش چی میگه؟ داشت راجع به اقتصاد توضیح میداد حیوان و اقتصاد و زیربنای اقتصادی و میگم دقیقا خرچ داند قیمت نقل نبود دقیقا مثال بارزش نمیدی که تن راجع به اقتصاد داری صحبت کس شعر داره میگه حیوان از غذا خوراکشان است حیوان اقتصاد داند نداند این درسته که یعنی گفتن سه تا کلمه بهش دادن گفتن برو راجع به انسان حیوان اقتصاد یه جوری جمعش کن باشه من اوکیش میکنم نه درسته درست میگم مثلا انسان و حیوان یکی هم ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش و بسیجی ها آره یکی هم بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست؟ همون روک میگو انقدر خرم احمقم بود بی سیاست بود روک داشت میگو اگه بفهمن ما بگاه میریم الان فهمیدن نه یک انفجار حاصل بشه شده است میشود از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد باز اون روز دیگه قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن قضیه این است که فاتحه همه ما رو میگه خیلی خوب بود خیلی اصلا ما باید ویدیو رو با این حرف ببندیم به نظرم اینقدر خوب بود که برنامه فهمیدن که فهمیدن باطن اینا چیه باطن چیه فهمیدن چه شیطانایی هم حجم نفرت هر روز رو به افزایشه حجم نفرت نسبت به جمهوری اسلامی حالا چون اسلام به این حکومت وصله کم کم نسبت به اسلام هم تنفرشون بیشتر میشه صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست چه درخت ها رو اگر توی آب جوش بذارن صدای هیاهو هست نم خواسته خود فلسفی و افتا این رو درست نمیگه ببین چون گیاه ها هم یه فرکانسی هست ولی خب این چیزی که میگه ریشه ها رو درون آب جوش بذارن صدای هیاهو هست یعنی چی؟ تو اینو این جمله رو واسه من معنی کن ولی علم ثابت کرده که گیاه ها هم از خودشون یه ارتعاش و فرکانسی کلا ببین دنیا دنیاییه که در حال ارتعاش هستیم ما بدنمون گیاه ها چون اتم داره دیگه اتم هم به واسطه چرخش داره یک فرکانسی یک موجی رو تولید میکنه هر ذره اتم حتی این میزم یک ارتعاشی داره به محیط پیرامون خودش میده این درسته ولی خب این چیزی که گفت ریشه ها رو درون آب جوش بذارید هیاهو هست فتنه از عالم یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه این یک رحمتیست
جنگ های پیغمبر رحمت بوده است. جنگ های پیغمبر رحمت بوده است. طرز فکر اینجور آدم ها هم چیزی باشه. کشت و کشتار و ظلم و دیدی که اونجا داشت راجع به شمشیر میگفت با این ور میزد پاره میکرد افتخار بود. دقیقا یک... اصلا من علی یک آدم پاره کنی بود، بهترین پاره کن بود. میرفت جنگ آدم میکشت ها میتونست بدم گنگ گنگ مواد مخد مثل اون موقع بود رپر اون موقع اصلا دین خون و خونریزی این اصلا دوست اصلا عیدش بهترین عیدش دین قربان بکشید خون بگیرید بر خیابان ها جشن بگیرید بکشید خونریزی کنید امروز جشن است و... این مردم جمع شدن هیاهو کردن این هیاهو هاست که این کارا رو کردن جمع شدن هیاهو کردن حالا این نقشی پیدا کرده روحانیت همون نقشی که برای روحانیت هست که باید کنترل کنه یکی هم اون پشت مش دارن یه سری دختر سرود مرود میکنن تمرین میکنن و الا سرشته ندارد مگه میتوند که یه روحانی برد رئیس فوج بشه سرشته از این کار ندارد میگفت یه روحانی که نمیتونه بره حرکت های خفنی بزنه مسئولیت سنگین به عهده بگیره از کس شعر میگفت نه هیچیش به هیچیش نمیگفت حرفاش واقعا زد و نقیز بود چیه ولی خیلی فرقه میدونی بین مردم آزادی خواه و این بسیجی کسخل مسخل چون اگه اونا پیروز بشن که یعنی هستن در حال حاضر همیشه دسته اونا سو داریم میبینیم چقدر وضعیت تخمیه همه در عذاب هم همیشه افتضاح حالا ولی اگه مردم آزادی خواه برنده شن این احمقا نمیبینن که به نفع خودشون هم هست چقدر وضعیت زندگی دونه به دونه اینا بهتر بسیجی ها بهتر حتی اگر ماشین بهتر سوار میشن هوا بهتره دیروز صحبت بود پارازیت سوگل این پارازیتی که جمهوری اسلامی تو شهرها داره روی مردم ایجاد میکنه که ماهواره رو نگیرن خود بسیجی خارمادرش داره مادرش گاییده میشه خارمادر خودش و مادرش داره گاییده میشه زیر پارازیت دوستمون از ایران اومده بود دو سه ماه پیش ما بود میگفت الان تازه احساس آرامش میکنم یعنی مشکل چیزش چیز داشت پنیک نه توهم میزنه چی بود چی بود پارانوید پارانوید مشکل پارانوید داشت من میگفت من تو این خیابونا مشکل قبلا تو تهران فکر میکنم الان یکی خف میکنه الان باید یه اتفاق بد بیفته مأمور بچسبه چاله داشته باشه الان باید یه بلایی سرم بیاد پارانوید داشته تو خیابون احساس امنیت نمیکرد میگفت اینجا اون مشکلم برطرف شد چقدر چون تو ایران هم نیستی یعنی جدا خب دیگه... از اون پارازیتا خب میدونه که کسی کیفشو نمیزنه کسی کاری بکنه خب پارازیت هم خیلی تاثیر میذاره روی روان روی جس روی سخت جنین ام اس این همه ام اس و سرطان واسه چی زیاد شده تو ایران اون پارازیته بابا اون پارازیت رو برید راجع به پارازیت بخونید که اون امواج مایکروویو یعنی همون چیزی که باعث میشه مرغ از تو بپزه الان همونو دارن به سمت مردم توی خیابونا حالا نه به اون شدتش ولی هست تو تمام شهرهای بزرگ هرچی شهر بزرگتر پارازیت بیشتر و خودمون بسیجیه آخونده داره خارش گاییده میشه زیر اون پارازیت دقیقا اینو نمیفهمم آره خلاصه که اینجوری نمیدونم من خودم حالا پدرام داره نه همون روند قبلی رو ادامه میده ولی خب من حقیقتا یه خورده نسبت به پارسال طرز فکرم تغییر کرده درسته که حالا هر کاری از دستم بر بیاد هر چیزی که بخوام چه تو پیج خودم مادو یار اینجا انجام میدم خبررسانی میکنم ولی واقعا اینو نمیبینم که یعنی این اجازه رو دیگه به خودم نمیدم که بیام بگم برید تو خیابون اعتراض کنید اعتصاب کنید فلان کنید چون خودم تو اون شرایط نیستم تو ایران نیستم و نمیتونم بیام تو ایران پس نمیتونم واقعا بگم که شما برید من بشینم اینجا منم یه تصمیمی گرفتم تصمیم انقلابی گرفتم منم پیش خودم فکر کردم گفتم تا 25 شهریور یعنی تا این ساعتی که شما دارید این ویدیو رو میبینید تمام اطلاع رسانی‌ها رو می‌کنیم از 25 به بعد منم همینطور نمیتونم بگم دیگه برید دیگه بقیه‌اش به خود مردم ایران بستگی داره میخوام انقلابی که بکنم در خودم باشه سیگار بذارم کنار گیاهخواری وگان رو دوباره شروع بکنم مدیتیشن بکنم کتاب بخونم ساز بزنم زبان انگلیسی کار بکنم همون کارهایی که قبلا می‌کردم میخوام خودمو درست کنم و دعا کنم واسه ایران فرکانس خوب بفرستم واسه مردم ایران و بازم توی ویدیوها به آزادی اشاره میکنیم یعنی اینجوری نیستش که به آزادی و شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی همچنان هست تا روزی که به آزادی برسیم ولی دیگه میخوام یه خورده از سیاست فاصله بگیرم چون الان 90% اوقات روزام ساعتام به سیاسته هم پستام با کسایی که منو فالو دارن راستی بچه‌ها ما رو توی اینستاگرام فالو داشته باشین 95% استوری و پستام سیاسی خب اینم دیگه بده دیگه آره همین که از 25 تا 28 هم احتمالاً نه تو پدرامیتو نه تو مادرتی فعالیت نداریم نداشته باشیم و شاید هم اصلا من گوشیمو همه چی رو خاموش کنم چون اصلا نمیتونم اخبار بدو یعنی میخوام ببینم چی میشه من هر کاری تا امروز تونستم کردم از لحاظ آگاهی رسانی اطلاع رسانی 3 4 سال پیش
آره 5 سال پیش ویدیو ساختم، 5-6 سال پیش ویدیو ساختم که آقا اگر جمهوری اسلامی بره چه مزایایی داره، تمام چیزهایی که میدونستم و به شماها گفتم، به همه گفتم در واقع. از اینجا به بعد دیگه به خودتون مربوط میشه، یعنی دیگه سعی میکنم که به خودمون، یعنی به خودتونم خودمون چیز نیست، خب من... هممون یکیم دیگه. آره ولی خب چیزی که میخوام بگم، من دیگه میخوام وقتمو بذارم واسه آموزش آگاهی بچه‌ها، رو بهشون ساز یاد بدم، موزیک یاد بدم، انگلیسی، هر چیزی که بلدمو یاد بدم. یعنی انقلابی که میخوام بکنم انقلاب آگاهیه و دیگه نمیخوام بگم آی بریزید تو خیابون بزنید فلان کنید داستان، این اصلا دیگه راجع به این چیزا نمیخوام، چون واقعا درست میگی. تا وقتی که خودم اینجا هستم این حرف چرا من بخوام بگم شما برید جلو، ولی میتونم بگم آقا آزادی چه طعمیه، راجب آزادی صحبت کنم، راجب دموکراسی درست صحبت کنیم، جمهوری یعنی اگر نقطه تاریکی در حکومت فعلی و حکومت آینده است، من مطمئن باشید بهتون میگم، یعنی من واسه حکومت بعدی هم کیره خرم، یعنی حکومت بعدی هم بیاد و من واسهش کیره خرم، من ازش اشکال میگیرم که آقا اینجا ایراد داره، اونجا دنبال ایرادشم، چرا که باید ایراد بگیریم، باید انقدر انگوش کنیم تا بهترین ورژن حکومت رو داشته باشیم، خدمات بده به مردم، باید بیمه رو اوکی کنه، بیمه ما رو، بیمه کل مردم، مسکن رو باید تامین کنه، باید تو پول اوکی باشه، توریست بیاد، هزینه کنیم برای هر چیزی، ایران پیشرفت کنه. واسه همین با حکومت بعدی من بیشتر کار دارم اتفاقا. اوکی نه از این، مرسی که با ما بودید. علی ویدر چی؟ من آرزو بهترین رو میکنم و بهترین چیزش هم که آزادی ایرانه. آره با امید جشن آزادی یه گپ‌دوش میخوایم درست کنیم، رقص بهتون، تو گپ‌دوش بهتون رقص یاد بدیم، پایکوبی لازمه واسه رقص آزادی، جشن آزادی پایکوبی کنیم، یه 4 تا حرکت رقص پایکوبی اون چیزایی با حال بهتون یاد بدیم. ها ها ها.